همکارم داریوش احمدی از دوحه روی خط اسکای وصل است. داریوش سلام، خسته نباشی. روز دوم نشست سوم دوحه در مورد افغانستان چگونه گذشت و آجندای روز دوم چی بود؟ بله، بسیار تشکر. سلام به شما و سلام به تمام بینندای آریانا نیوز. میتونیم بگویم که روز دوم یا روز پایانی نشست سوم دوحه امروز بود که اینجا بالاخره در هتل کارلتون دوحه به پایان رسید. معاون سرمنشی سازمان ملل که میزبانی این نشست را بر عهده داشت گفت که در روز دوم در رابطه به چگونگی مبحث مواد مخدر و حمایت از سکتور خصوصی افغانستان بحث کردند. خانم دیکارلو این نشست را یک قدم به پیش خواند و گفت که همه کشورهای اشتراک کننده در رابطه به این نشست و این پروسه خوشبین بودند. قسمی که خانم دیکارلو اشاره کرد گفت که این نشست سوم است، اما میتونن بگوین که نشست اول است، به خاطر که این اولین بار است که هیئت از کابل در این نشست شرکت میکنه و گفتگوهای مستقیم را با طرفهایی که نگران قضایای فعلی در افغانستان هستند مساعد میشه. درست، یعنی این نشست ها پس از این هم ادامه خواهد داشت بین امارت اسلامی و مقام های امریکایی و جهان؟ بله، قسمی که در کنفرانس اخیر اشاره شد و وقتی در رابطه به این نشست صحبت میکرد گفتن که این نشست یک فرصت بود و سازمان ملل با تمام توان تلاش میکنه که این پروسه را ادامه بده، چون گفتن که این پروسه هم برای مردم افغانستان، هم برای جامعه جهانی و هم برای حکومت سرپرست مهم است، چون فقط تعامل میتونه که باعث سازندگی و همچنین حل مشکلات موجود در افغانستان. درست. در کنفرانس خبری من متوجه بودم داریوش، از دیپلمات های سازمان ملل و از مقام ها سوال داشتی در مورد حکومت آینده افغانستان و حکومت حاکم در افغانستان. جوابشان چی بود؟ چی گفتن در قسمت مشروعیت حکومت حاکم در افغانستان و همچنان بحث های اقتصادی و منجمد ماندن پول های افغانستان؟ بله، هرچند که امروز میتونیم بگویم که نشست دوحه به پایان رسیده، اما یک نشست حاشیه‌ای فردا قرار است که با هیئت از اعضای جامعه مدنی افغانستان فردا صورت بگیرد که این گفتگوها با هیئت امارات اسلامی نخواهد بود. اینا مستقیما صحبت میکنند. در سوال مستقیمی که من از معاون سرمنشی سازمان ملل داشتم در مورد تعهدات بود که چه تعهدات بالاخره در این نشست صورت گرفتن و روی چه موارد تانستن که طرفین به تفاهم برسن. اما در نهایت پاسخ این بود که تعهد روشن در روز گفتگو با وجود نامد و دو طرف بالاخره کار میکنن که در نشست آینده بتونن به پیشرفت های دسترسی پیدا. درست. در نشست های گذشته داریوش بیشتر بر پوشش رسانه ای محدودیت وضع میشد. نشست سوم دوحه چگونه بود؟ آیا رسانه ها حضور داشتند و مستقیم از این نشست نظارت میکردن؟ رسانه ها حضور داشتند، اما نشست سوم دوحه پشت درهای بسته انجام شد. آخرین موارد را که خبرنگارا تانستن دریافت بکنند از کنفرانس خبری معاون سرمنشی سازمان ملل بود که در اخیر با هم صحبت کرد و در نهایت هم تاکید کرد که سازمان ملل از پروسه دوحه حمایت میکنند، اما نباید خوشبینی ها بسیار زیاد وجود داشته باشد، چون مشکل است که سازمان ملل بتونه به این مشکلات رسیدگی بکنه و فقط حرکت های طرفین، هم حکومت سرپرست و هم جامعه جهانی میتونه که یک زمینه را به خاطر حل مشکل افغانستان مساعد بسازه. صحبت های آقای مجاهد را ما شنیدیم داریوش. اونا گفتن که تعهد سپرده شده که تا محدودیت های بانکی و مالی برداشته شده. تنها روی همین دو گزینه توافق شده؟ دو طرف توافق کردن؟ بله، هرچند که تا هنوز بحث تعهد وجود نداره، اما تمام کشورها تاکید کردن که بالاخره باید به افغانستان رسیدگی صورت بگیرد. امروز در نشست دوم در نشست سوم دوحه و در روز دومش قسم که اشاره کردم روی دو موضوع مشخص صورت گرفت. یکی مبحث تحریم های مالی و بانکی افغانستان و در پهلوی از او بحث ریشه‌کن‌سازی مواد مخدر در افغانستان. وزارت تجارت افغانستان پرزنتیشن را برای کسایی که اشتراک کرده بودند ارائه کردند و تلاش کردند که جلب توجه بکنند جامعه جهانی را که سکتور خصوصی افغانستان را حمایت بکنند. و در صحبتی که من از منابع دیپلماتیکی که در اینجا حضور داشتند افغانستان معلومات به دست بیارم، کشورها همه خوشبین بودند
به طور مثال زمین پاولوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان تاکید کرد که باید دارایی های منجمد شده افغانستان آزاد شود و به مردم افغانستان کمک صورت بگیرد. در پهلوی از او تام وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان تاکید کرد که باید بالاخره تعامل ادامه داشته باشه و کمک های بشری متوقف نشد چون مردم افغانستان به او ضرورت دارند. در پهلوی از او بریتانیا همچنان تاکید کرد که باید به خاطر بیرون رفت افغانستان از انزوای سیاسی کار صورت بگیرد. در پهلوی از او ایتالیا گفت که میخواهد همکاری نزدیک در بخش اقتصادی داشته باشه و یک تا یک تمام کشورها تاکید کردند که بالاخره باید یک نقشه را به خاطر حل مسائل با افغانستان به وجود بیاید. درست. رزمار دکارلو معاون سرمنشی ملل متحد در نشست خبری گفت که روی موضوعات مختلف صحبت کردن، گفتگو کردن. این موضوعات چی بوده؟ گذشته از موضوعات اقتصادی و مواد مخدر، کدام موضوعات دیگر برجسته بوده؟ ناگفته نباید بالام در کنار از این که در روز اول روی چگونگی تعامل با حکومت سرپرست افغانستان صحبت ها صورت گرفت و در روز دوم دو مضمون عمده بود. یکی مبحث ریشه‌کن‌سازی مواد مخدر و پیشرفت‌هایی که در این قسمت وجود داره صحبت شد و مورد دوم هم حمایت از سکتور خصوصی افغانستان بود. اما روزمری دی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل تاکید کرد که یکی از نگرانی‌های عمده جامعه جهانی و شخص خودش حضور نداشتن نیم از پیکر اجتماعی افغانستان در صحنه زندگی است. او تاکید کرد که بدون حضور و همچنان فعالیت مثمر یک طبقه عمده افغانستان که زنان باشد، افغانستان هیچ وقت نمیتواند که به رفاه و آسایش اقتصادی برسد. و گفتی که فردا قرار است یک نشست برگزار شود و با حضور افراد فعال جامعه مدنی. درست؟ و این افراد کی هستند؟ آیا با اسمایشان پی بردی؟ کی هستند و قرار است چه وقت با کی ها دیدار بکنند؟ به گونه واضح تا هنوز این چهره ها معرفی نشدند، اما زمزمه های وجود داره که دو تن از کسانی که توسط سازمان ملل در این نشست دعوت شده بودند از حضور در این نشست ابا ورزیدن و در پهلوی از او گفته میشه که این نشست یک نشست حاشیه‌ای است، نشست چندان مهم نیست، اما سازمان ملل میخواهد که تعاملش را با طرف های مختلف در افغانستان جاری نگاه بکند و این نشست رو در رو با هیئت امارات اسلامی صورت نمیگیرد. نشست اصلی امروز با سخنرانی روزمری دی کارلو تمام شد و قرار است که هیئت امارات اسلامی به زودی دوباره به کابل برگردد. درست. و در نشست حاشیه‌ای فردا داریوش از زنان هم دعوت شده؟ در این مورد پرسجو کردی؟ بدون شک قسمه که در کنفرانس خبری امروز اشاره شد، مهمترین موضوع نشست فردا هم چگونگی برخورد حکومت سرپرست با زنان و دختران در افغانستان و پالیسی هایی که به دید دنیا پالیسی های سختگیرانه است و تانسته که مقدار زیاد از زنان و دختران در افغانستان تحت تاثیر قرار بده صحبت خواهد شد. درست. این هیئت با امارات اسلامی میشینه یا با مقام ها یا با دیپلمات های کشورهای منطقه جهان؟ در قسمت که پیشتر هم اشاره کردم این هیئت قرار است که یک نشست با اعضای سازمان ملل، کسانی که این نشست را تدارک دیدن داشته باشن و قرار نیست که رو در رو با هیئت که از کابل آمده با اونا گفتگو کنند. تشکر. ممنون داریوش. سپاسگزار از خودت.